در حالی که جنگ به شدت در ولایت‌های کشور جریان دارد و انتظارها از جهان به خصوص آمریکا این است تا آستین بالا زند و کار کند، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان میگه که پیشرفت‌های اخیر طالبان او را حیرت زده کرده. این حیرت زدگی ناشی از چیست و چرا؟ آیا مسئولیت آمریکا با حیرت زده شدن تمام می‌شود؟ طالبان با این پیشرفت‌ها در پی چی هستند؟ چرا حکومت افغانستان نمی‌تواند جلو این اقدامات را بگیرد؟ در این برنامه تلاش می‌کنیم تا به این پرسش‌ها و بیشتر از اینها پاسخ‌های قناعت‌بخش دریافت بکنیم. سلام به برنامه افغانستان 1400، خوش آمدید. در بخش نخست برنامه آقای عبدالستار حسینی عضو مجلس نمایندگان با ما وصل هستند. آقای حسینی، شما فکر میکنید چرا پیشرفت‌های اخیر طالبان آقای خلیلزاد و امریکا را متعجب ساخته؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، هر ادب خدمت شما همکاران تکنیکی شما. سلام خاص دارم به نیروهای قهرمان وطن، دست و نارمی بوسم که به خاطر حفظ، ننگ، نوامیس و تمامیت ارضی وطن جان میدن و مبارزه میکنن بر حله اجنبی های پنجاب و سپاه پاسداران ایران که مشترکاً با یک اطلاعات خاص، تفاهم بین اطلاعاتی های خاص بین آیسای پاکستان و سپاه پاسداران تبادله میشه به خاطر نابودی و بربادی افغانستان. اولا که نگرانی امریکایی ها و آقای خلیلزاد بر ما قابل قبول نیست. امروز که ما این وطن به بحران میبینیم و چالش میبینیم، اینا همگی ثمره دست آقای خلیلزاد است. ما 2 سال قبل هم گفته بودیم، آغاز مذاکرات هم گفته بودیم، وسط هم آخر هم که آقای خلیلزاد بجزی که با سرنوشت ملت افغانستان بازی میکنه، هویت افغانستان میخواد تضعیف کنه، حکومت افغانستان میخواد هم بپاشونه، دیگه کدام برنامه‌ای نداره. او یک پروژه بود از طرف آمریکا. طالب ها شما میبینید حوالا در قطر 6 هست، ماهانه 30 میلیون دلار توسط آمریکایی‌ها بر داده میشه، روزانه 1 میلیون دلار. و طالب ها با نقشه و اطلاعات و دیزاین جنگای منظمه که سر تمام ولسوالی‌ها صورت میگیره، اونا در رأس از اونا بزرگترین جنرالای پاکستانی و در حوزه جنوب غرب سرهنگای ایرانی در رأس قرار دارد. چیزی که بر ما قابل قبول نیست هی بود که ما سالیان سال میگفتیم که باید مردمان توانا، مدیر، انسجامگر، مبارز سنگر شکن. آقای حسینی، چی باید شوه و چی کارهای باید میشد میپردازیم، ولی فکر میکنین که حالا آقای خلیلزاد به نحوه میخواید چی بگه بر مردم افغانستان که میگه از خشونت ها متعجب نشده ولی از پیشرفت های طالبان متعجب است؟ خب این معامله را آقای خلیلزاد کرده، طالب ها را از سوراخ ها، از مغارای کوه آقای خلیلزاد آورده، توریست هایی که به لیست سیاه بوده آقای خلیلزاد و آمریکا آورده، به قطر دفتر بر دونا اونا کرده. بنان امروز شما میبینین که بزرگنمایی طالب ها در روسیه اومیای میگه که 80% خاک افغانستان به دست ما هست. 80% خاک افغانستان به دست ما هست. ای 80% نه، ما برات میگم 90% خاک افغانستان به دست شما. آیا ملت افغانستان، مردم افغانستان، کشاورز افغانستان، زن و پیر و جوان مردم افغانستان از شما راضی هست؟ نفرت داره. شما رو میبینه منعیس انسانای وحشی، منعیس انسانای درنده، منعیس انسانایی که به کمون اولیه زندگی میکرده شما رو میپنداره. بنابراین شما انسان نیستین که شما رو مرد خاک افغانستان به دست شما. ولی آقای حسینی، ملت افغانستان، این که چند درصد خاک افغانستان به دست طالبان است و مردم آیا طالبان را میپذیرند یا نمیپذیرند بحث جدا. فکر میکنین چرا در همین مرحله رسیدیم که طالب بیای ادعا بکنه که بیشتر از 80 درصد خاک افغانستان را در دست داره؟ و اگر چنین باشد چرا باید به این مرحله برسیم؟ خب مداخله سریع و آشکار پاکستان که عملا شما میبینین که در تمام صفات جنگ عساکر پاکستانی شامل جنگ است، جنرالای پاکستانی شامل جنگ است، در حوزه جنوب غرب عملا سرهنگای ایرانی شامل جنگ است و پاکستان و آمریکا خودش عملا تمام بزرگنمایی و پوزیشن و هویت دادن به یک گروه تروریستی عملا خود آمریکا هست. اینا عاملش است. ولی شاید گفته های اخیر آقای سهیل شاهین، یکی از اعضای گفتگو کننده طالبان، به پرسش شما یا به گفته های شما باشه که گفت بیشتر ولسوالی ها بدون کدام درگیری به دست امارت اسلامی سپرده میشه. اصلا چنین چیزی وجود نداره. به هیچ عنوان آقای شاهین، ما به 2 مورد داریم که در دی آخر شده، بندر
شیخ ابو نصر فرایی و بندر تورغوندی که اونا هم تجهیزات و امکانات نداره، اونا به حساب منیس میتونیم گفته نیمه نظامی و نیمه دیپلماسی هست، کسی که میره پاسپورت داره خروج میشه داخل میشه. بنان کدام ولسوالی رو شما تسلیم کردی خودتون آماده؟ شما همیشه با موشک‌های دوربردی که از ایران گرفتین، با موترهای آنوی، تانک‌های آنوی که انفجار میدین، بسته تاسیسات به هم میزنین. شما دیگه کدام کس آمده برای شما تسلیم شده؟ او کسی که برای طالب تسلیم میشه از دیدگاه ما نه مسلمان است، نه افغان است، نه انسان است. برای طالب هم کس تسلیم میشه؟ درست. و فکر میکنین که حالا شما اشاره کردین به بحث تخریبکاری تجهیزات و اماکن عامل منفعه، چرا باید طالب دست به چنین اقدامات بزنه؟ اصلا چی به دست میاره؟ خب او طالب از خود مفکوره نداره. ما در افغانستان دو نوع فقر داریم، یک نوع فقر اقتصادی داریم، یک نوع فقر علمی. او هم باعث شده تا 40 سال ما را همین کشورها به جان همدیگر بندازه که ما به نیس برادر افغانی که دیگه خدا نپذیریم، به نیس مسلمان خدا نپذیریم. همین شده که باید در افغانستان باید ما سرک عمومی نداشته باشیم، شفاخانه نداشته باشیم، مسجد نداشته باشیم، تاسیسات ولسوالی های ما باید انفجار کنه. در جایی که اینا میره باید میز چوکی و کولر و همه چیزت به تاراج ببره، به یخما ببره. او کسایی هم که شما از طریق رسانه دنیای مجازی دیدین که میز و چوکی رو کش میکنه و چیزایی که نمیتونه باید آتش میده، اونا هم اطفال زنا هست، اونا هم بچای زنا هست. هیچ وقت مردم عوام هیچ وقت مال بیت المال نبرده، اونا اولادای زنا میبره، اونا زن بچی زنا میاد جنسا رو میبره. من فیلم دارم که یک کولر امو کولرای پوشالی آبی که از طرف ایران میه، اونا را مدرا و ایتسه تا در داره و در پوشالی زیر یکی میگیره باز خود کولر کس دگه میبره. بنابراین اینا به خاطر افغانستان نیست. اگر به خاطر افغانستان هستی خب فردا همین خانه امروز من شیشته هستم، فردا خودت هم شیشته هستی، تو کامل چرا این خانه را آتش میزنی؟ خب حالا شاید یک شمار بگه که بر طالب مهم نیست که خانه چگونه استفاده میشه، اماکن عامل منفعه چگونه است، باید استفاده شود، چگونه باید محافظت شود، ولی در کنار شمایی که حالا آمدین از توانایی نیروهای امنیتی حرف زدین، فکر نمیکنین که همین موضوع سقوط ولسوالی ها، همین موضوعی که از تخریب اماکن عامل منفعه جلوگیری کردن نمیتونن یا نمیکنن، منتفی بسازه همین توانایی که شما از حرف میزنین را؟ خوش کنین در جنگ هم عقب نشینی داره هم پیشروی داره. ما بر ملت افغانستان، بر شخص شما منیس یک جوان ژورنالیست مدبر، من تعهد میدم که به زودترین فرصت تمام اینایی که اینا پیشروی کرده اینا پس عقب زده خواهد شد، اما مشروط بر زین که او کسایی که ما میخواهیم از جناب رئیس جمهور خواستیم، از شورای امنیت وزارت دفاع و داخله خواستیم، این کسا را بر ما بگماره در سر تا سر ولایات. اگر بعد از 3 ماه شما طالبه به کیلومترهای ولایات دیدین، ما بر ملت افغانستان پاسخگو هستیم. چه تضمین وجود داره آقای حسینی؟ چه چیز شما را به این باور رسانده؟ ما را ملت افغانستان خود جوش حرکت کرده. ما کمی کاستی ها در حکومت خود داریم، ما میفهمیم که مشکلاتی داشته در سابق. ملت افغانستان نمیخواه. امیر اگه شما نخواسته بودی من امروز نمیتونستم برای شما مصاحبه بکنم. بناهن ملت افغانستان، زن، مرد، روشنفکر، پیر، جوان، ملا، اما دورترین کسی که به قشلاق زندگی میکنه با طالب سازگار نیست، به خاطر که میفهمه که طالب با مفکوری ذهن افغانی کار نمیکنه. او برش پروژه میده آیسای پاکستان، او میای تطبیق میکنه. برش پروژه میده سپاه ایران میه. همه عملا 2 ماه پیش طوله های ما از موسابات و کمانه سکوت کرد، تانک های ما به یکی از بیزای کلان به نام سیاه‌کدوی ایران او داخل اوج است. همین عملا از میل 78 و اسلام قلعه مامورین با پاسپورت ویزای رسمی داخل ایران از کلی اوج بندی هست، در 48 ساعت تا فعلا برنا آب ندادن. بنان خب ما میفهمیم که سلا تمویل تجهیز این کشورها میکنه، تمام نقشه های جنگ های نامنظم است، سرهنگ های زنا میکنه، محل بوده باش در دو کشور است، سلا و تجهیزات اینا اکمال میکنه، زخمی های زنا را اینا تداوی میکنه. اینا هست که بر ما قدی سرطان است. چیزی که ما سر ملت افغانستان میخواهیم که ای ملت افغانستان، اگر افغانستان میخواهیم و نسل آیندی خود میخواهیم متفق شویم. مسئله پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره را هر کس که توانایی داره، من توانایی 5 نفر دارم، شما 1 نفر، من از شما هیچ برتری نداره، شما اندازه توانایی خود کنار ما استاد شده همین کفایت میکنه. متفق شویم در مقابل
عملات تهاجمی بیرونی که علل خصوص ایران و پاکستان استاد شویم و این صحبت هایی که آمریکا میکنه اینا واقعا سیاست خصمانه داشت در قبال افغانستان. افغانستان به بحران برد آمریکا، به خصوص خلیلزاد قاتل او زن که در جوین مرمی خورده قاتل زو هم هست، خلیلزاد او سربازی که در قندار دینشا و شهید شده قاتل زو هم هست. باعث رشد و نمو تروریستا از مغاره های کو امروز در قطر و در ماه 30 میلیون دلار پول، اینا عامل اصلیش آقای خلیلزاده. پس با این وضع فکر میکنین گفته های اخیر آقای خلیلزاد و گفته های اخیر آقای بایدن به معنای این است که اتمام حجت میکنند و میگن خودتان میدانین و وطنتان، درست است؟ گفتن دیگه بر آقای رئیس جمهور گفتن که شما میفهم افغان ها بین خود، شما دیده باشین در زمانی که دکتر نجیب الله و زمان برادران مجاهدین ما بود که افغانستان به می حالت رساندن که ما زدم 40 سال به ایج رسیدیم، وقتی که دکتر نجیب رفت گورباچوف گفت خود شما افغان ها بین خود جور بیاین، وقتی که آقای اشرف غنی هم رفت پیش آقای بایدن گفت که خود شما افغان ها میفهمیم، ما خود ما افغان ها میفهمیم، از شما کی دعوت کردیم افغانستان بیاین، شما بودین که فخر آوردین، شما بودین که مواد مخدر در افغانستان ترویج کردین، شما بودین که تروریست ها و القاعده عملا در 15 ولایت ما القاعده فعلا فعال است، داعش فعلا عملا از سربازگیری داره، عملا داعش پدیدی خطرناکتر است و این طالبان وسیله است برای داعش، تمام این سلاح های ما که از ولسوالی ها میاد اینا کل به دسترس داعش قرار میگیره، تمام این سلاح ها را میفروشه برای داعش و القاعده، تمام این سلاح های آمریکایی که چی از مرز جنوبی و شرقی گیر میاد اینا را تحویل پاکستان میده، از مرز غرب هم تحویل سپاه پاسداران ایران میده، در بدل یا برای سلاح کلاشنکوف روسی میده یا برش پیسه میده. شما بودید که کشور ما را بدبخت کردی و ما را به شکل ناجوان مردانه رها کردین و امروز بر ما معمولی کویت 19 یا امو واکسین کویت 19 را روان میکنیم، بگذار که این ملت افغانستان بموره، ما هیچ شمیر را نخواستیم، شما با ما روابط دیپلماسی شما صادقانه نبوده، کنار ما صادقانه نبوده. من یک چیزی که در صورت که من با گفتگوی آقای کرزی اصلا موافق نیست و یک چیزی که آقای کرزی پیش بینی کرده بود که آمریکایی‌ها بر ما صادق نیست، این گف زیر ما تایید میکنه. و آقای حسینی به عنوان جنبندی موضوع میدانیم که شما صلاحیت جایی ندارین، هدف از مجلس نمایندگان از در این وضعیت اساس کشور چه کار از دست شما ساخته است که بکنین؟ ما تقریبا 2 ماه پیش اعلام جهاد کردم، جهاد ملی زن و مرد در قبال زنا، یک ماه پیش اعلام کردم که هیچ وکیلی داخل خانه ملت نباشه، او وکیلایی که توانایی داره تیج کنه کنار کوه مسلح خود استاد شوه، زیر قانون نظامی امجستاد چه کنار نیروهای قوای مسلح خود و از نظام مرکزی حکومت مرکزی میخوایم تمام ولایت یکسان تمویل، تجهیز، سلام، مهمات بر زنا برسانه، چون ما میفهمیم جنگ طالب نیست، جنگ کشورهای خارجی است، بنان ما از خاک خود دفاع میکنیم. تشکر آقای عبدالستار حسینی عضو مجلس نمایندگان از شما و ادامه برنامه پس از درنگ کوتاه. آقای حکمت الله حکمت آگاه نظامی از سویدن با ما وصل هستند. آقای حکمت چطور میبینین گفته های اخیر خلیلزاد، بخصوص این که میگه پیشرفت های اخیر طالبان او را حیرت زده کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، سلام بر بینندگان خوب شما و همکاران شما. با باور ما که حرفای خلیلزاد دوگانه بودن از شروع پروسه قطر و معاملات در مورد صلح افغانستان، امروز هم چیزی را که میگن با وجود از اینکه حقایق دیش نهفته هستند، واقعیت ها هم همین هستند که پیشروی مخالفین دولت از نگاه جغرافیا قابل باور نبودند که در این مدت کم اینا ولسوالی ها را، مراکز عمده را، سرحدات را، گمرک ها را اشغال کنند و بالاخره حکومت را تهدید کنند. ولی آن چی که قابل پیش بینی بود و این بودن که ما هرگز یک ضمانت را از طرف جامعه بین المللی، از طرف همسایه ها نداشتیم که در پروسه افغانستان پروسه صلح باید اولیت داشته باشند. جنگ همیشه دست باز بودن و بالاخره پروسه جنگ فعلا دارن فیصله
طالبان را در تهران شنیدین، در مسکو شنیدین که اونا قسما مسئولیتی پروسه را به حقیقتا به دوش قایقان میندازن و در عین وقت از یک پیروزی جدی نظامی تا دو هفته صحبت میکنن. آقای خلیلزاد وقتی که میگن بهتر میبود که آقای خلیلزاد میگفتن که چرا طالبان در پروسه قطر مجبور به تعهد نشدن که اونها باید جنگ الا انجام اتفاقا آقای حکمت نامی خواستم همین پرسش را مطرح بکنم. آیا فکر میکنین مسئولیت امریکا به عنوان یک کشور که ابرقدرت است با یک گروه به گفته حکومت افغانستان تروریستی آمد توافقنامه امضا کرد به همی بسنده میشه که بیاید بگه که پیشرفت های طالبان اینا را حیرت زده کرده یا نه در عمل هم باید کارهای بکنه؟ امریکا به حیث یک ابرقدرت، امریکا شریک روسیه افغانستان تا 20 سال صداقت نداشتن، با وجود از اینکه امریکایی ها واقعا از نگاه اقتصادی کمک های به حد زیاد را به افغان ها کردن در اقتصاد افغانستان، در سیاست و در ایجاد نظام نوین کارهایی را هم انجام دادن، ولی در سیاست استراتژیک هرگز امریکایی ها به آینده افغانستان و افغان ها فکر نکردن و فعلا هم سیاست امریکا در واقع سیاست دوگانه و سیاست غیر واقع بینانه هستن. ببینین درست هستن که امریکایی ها با طالبان نشست کردن، بحث شروع کردن، یه حق امریکایی ها بودن، یا درک واقعیت بودن، مجبوریت بودن و یا فشار یک کشوری همسایه ما بر پاکستانی بر امریکایی ها بودن، ولی آن چی که باید امریکایی ها انکار نمی کردن، فراموش نمی کردن، همین نظامی را که طی 20 سال خودشان با کمک خودشان ساخته شدن نباید این را فراموش می کردن. دولت افغانستان باید جزی او پروسه می بودن. منظورتان از این که امریکا فراموش کرده این نظام را چی است؟ ببینین وقتی که در پروسه قطر امریکایی ها و طالبان با هم امضا کردند، تا امریکایی ها پذیرفتند که طالبان وارث آینده سیاست نظام افغانستان هستند. وقتی که از طالبان میخواهند که القاعده منافع امریکا را در آینده تهدید نکنه، در حالی که یک حکومت که تحت حمایه خودشان هستند به اینجا حضور دارند، این به این معنی هستند که امریکایی ها در واقع در سیاستشان 380 جد تغییر دادن و بالاخره طالبان را به حیث یک گروه مخالف به امکانات امریکا طالبان داره سفر میکنن، سیاست نرجه میدن، این را هر کس میبینن. ولی اگر بخواین دلیلش رو بپرسیم که چرا امریکایی این کار را کردن، ما باور دارم که دلیل اصلی امریکایی هستن که طی 20 سال امریکایی ها در بدنه حکومت افغانستان خب در سطح افراد سازمان ها مطالعه شاید یک شمار نیفتن که شریک خود بله. باشن یک شماره که گپای شما را میشنون شاید بگن که امریکا تا هنوز از افغانستان به گونه کامل بیرون نشده، در کنارش امروزه به گونه مستقیم یا غیر مستقیم تعهد به ادامه کمکایش میکنه. همین بسنده نیست فکر نمیکنین که به عنوان یا به زیر نام این که امریکا افغانستان را هنوز فراموش نکرده پنداشته نمیشه؟ ما برای شما به اطمینان گفتم میتونم که امریکا افغانستان رها کردن، هیچ قوت جنگی ندارن برای حمایه از قوای افغانستان، هیچ تصمیمی ندارن که در صحنه نظامی حکومت افغانستان کمک و یاری برسانند. این را باید فراموش کنیم. همین غفلت بودن که هر وقت ما محاسبه میکردیم، یعنی حکومت محاسبه میکردن که امریکا ما را نمیمانند. امریکا مثل که ویتنام جنوبی را فراموش کردن، گریختن، شکست خوردن، از افغانستان هم به همون شکل فراموش کنیم که امریکا وجود دارن و شما را حمایت کنیم. یا از خدا بخواین یا از ملتتان و یا از خودتان. در غیر از این سرنوشت حکومت، سرنوشت حکومت دکتر نجیب هستند. یکی به چه شکل حالات انکشاف میکنن این حرف بعدی هست. در کنار این موضوعی که آقای خلیلزاد مطرح کرده، لوید آستین وزیر دفاع امریکا هم تاکید بر فشارهای بیشتر بین المللی کرده و گفته که فشارهای جهانی باید بیشتر شود. فکر میکنین امریکا از کی انتظار داره که فشار وارد بکنه بر طالب، در حالی که خودش به گفته شما خاموش است و نظام کنونی را فراموش کرده؟ امریکایی ها میفهمند که در عقب جنگ 40 ساله افغانستان دست کدام کشور، کدام ادارات هستند. برای اینکه امریکایی ها یک وقت شریک همین ادارات بودند، پول میدادن برشان، حمایت میکردن در دوران جنگ سرد. بنابراین اگر وزیر دفاع امریکا از فشار صحبت میکنن، فشار باید بر اسلام آباد باشن، بر اردوی پاکستان و ایسای باشن. هیچ ضرورت نیستن که
کشور دیگه را سازمان دیگری را نام ببرند. ولی ما باور دارم که آمریکا نه تنها ای که بر پاکستان فشار وارد نمی‌کنند، بلکه پاکستان دارن از نگاه مالی و اقتصادی به خاطر منافع استراتژیکشان، به خاطر جنگ نظامی و استراتژیکشان با روس دارن حمایت میکنند. پس در حقیقت ای آمریکا هستند که در عقب جبهه جنگ افغانستان تمدید و تمویل میکنن. مردم افغانستان باید اینو بفهمن. بالاخره بعد از چند سال ما باید بفهمیم که در جنگ ما هر پولی که مصرف میشن، اگر در جنگ طالبا هستن، در جبهه طالب هستن، اگر در جبهه حکومت هستن، پول آمریکایی ها هستن. پس تمدید جنگ آمریکایی ها دارن میکنن. حالا بر ما هستن که ما میخوایم بازم جنگ تمدید بسازیم، تمویل بسازیم یا نه. حکومتی کار میخوان بکنن، برای اقتدار تداومشان حاضر هستن. طالب به خاطر به دست آوردن اقتدارشان این کار میخوان. پس شر آوردن و در نتیجه فشار صلح به دست آوردن فعلا فکر میکنم. ما بیشتر در تحلیل هایی که در مطبوعات جهان هستن، به تحلیل لوئیس و صدر اعظم که دیروز در پارلمان گفتن که جنگ داخلی میرن و حکومت کنترل از دست میتن، به این باور دارم که اگر ما اقدام نکنیم به همین حالت پیش بریم، ممکن هستن که نظام زیر فشار به تهدید و به سقوط مواجه شد. و فکر میکنیم که پیشروی های اخیر طالبان که حتی امریکا را حیرت زده کرده ناشی از چی است؟ قوت طالب و ضعف حکومت یا نه؟ اول خو میخوایم اینو بگویم که گرفتن یک ولسوالی، یک پوسته به نام ولسوالی، به معنای گرفتن تمام ولسوالی نیستن. طالبا باید اینو بفهمن که حکومت کردن یک تعریف دارن، حکومت یک انستیتوت هستن. اگر شما تمام وظایف انستیتوت در قضیه، در ولسوالی، در ولایت انجام داده نتنین، شما حکومت نیستن. همینطور که حکومت امروزی حکومت نیستن، برای مردم خدمات داده نمیتنن. طالب بتر از اوستن در ساحت. ولی یکی چرا طالبایی پیشروی را کردن، شما باید بیاد داشته باشین. در همین رسانه معتبر شما ما چندین بار گفتم که از پروژه انگلیس و امریکا صرف نظر کن دکتر اشرف غنی، خلاو امنیت فلج نساز. کادرهای برجسته چندین ساله‌ای که تجربه دارن، تعهد دارن برای از وطن، اونا را خلی سالا نکو، اونا را به تقاوت جبری ساق نتین. حال دارن پس همو متقاعدین به ولایت میفرستن، به کلی اردو میفرستن که پس جنگ مهار کنن. خیانت حکومت انجام دادن، شخصا دفتر اشرف غنی انجام دادن که نظام به حالت فلج بردن و حال پس میخواین که نظام احیا کنن. طالب آنقدر قوی نیستن. شما باور کنین که طالب اراده دارن، طالب واقعا باور دارن که اونا یک چیزی که می جنگن و چیز مقدس هستن، مگم طالب قوت نیستن، این ضعف حکومت هستن که دارن جغرافیا را از دست میتن. خب امیرم طالب امیرم میگه آقای حکمت که بدون کدام درگیری ولسوالی ها را به دست میارن. فکر میکنید چرا به این مرحله رسیدیم که ولسوالی ها بدون کدام درگیری به دست طالب سپرده شود؟ ما به شما اطمینان میتونم حرفای مرا در شد خودتان داشته باشید که بعد از یک مدتی کوتاه شما صاحب سقوط ولایت خواهد بودین و این در نتیجه زور و فشار طالب نخواهد بود، در نتیجه ملیشه‌سازی، در نتیجه ایجاد گروه های غیر مسئول، در نتیجه ایجاد جنگ های قومی و بالاخره همو تکرار تجربه غلط دکتر نجیب الله را دارن اشرف غنی تکرار میکنن. بنان مسئولیت به دست بدوش حکومت هستن، ولی طالب یکی به صلح نمیرن. طالب یک استراتژی دارن، اونا فشار تا حد میخواین بیارن که کابل در محصره اقتصادی شون، حکومت سقوط کنن. فعلا 60% از عواید گمرکات شما دارن از دست میتن. کشورهای همسایه تن سرحدات خود بسته میکنن، مواد غذایی برای شما نمیرسن. اگر این حکومت خواب هستن، پس ملت بگوین که بلاخره چه در کار هستن این کار میکنن. بنابراین فعلا ما به حالتی رسیدیم که باید در مورد سرنوشت آینده افغانستان در میز سیاست، در مذاکرات بین الافغانی حرف بزنیم. خب با گفته شما آقای حکمت که طالب برنده نیستن به نحوه میخواه که حکومت افغانستان را با چالش روبرو بسازه در بحث اقتصادی، سیاسی، نظامی. خب چی به دست میارم؟ فرض بر این که گرفت ولایت ها را به دست آورد، مرکز هایش را، چی به دست میاره؟ در حالی که جهان بارها تاکید کرده که از حکومتی که با زور روی کار بیاره بیایه حمایت نمیکنه. طالب جنگ داخلی را به دست میاره، چندین یک جنگی که مهار کردنشان برای طالب با قیمت بسیار گزاف تمام خواهد شد و ممکن هم نشوند. همینطور که در حکمیت قبلیشان افغانستان
ممکن شوند. ولی شعار طالب ببینید، شعار طالب واقعا برای مردم جالب هستند، برای منطقه و بر جهان عالی از حمایت برخوردار هستند. حکومت مرکزی، حکومت اسلامی، غیر فساد، بالاخره اتحاد بین اقوام و روابط نیک با جهان، بی‌طرفی، پس تحت همین شعارها ممکن است طالبان پیشرفت‌های دیگه هم داشته باشند. ولی حاکمیت بر تمام جغرافیای افغانستان، همینطور که جهان میگن، ما هم میگیم برای طالبان که ممکن نیستند. راه اخیر راه سیاست است، راه تفاهم هستند. بهتر است امیر راه را آل انتخاب کنند، طالب و حکومت، نه ای که فردا برشان ناوقت باشد. بسیار تشکر از شما آقای حکمت از سویدن، آقای نظامی که با ما بودین، و تشکر از شما بیننده های افغانستان 1400. وقتتان خوش، خدا نگهدار.